درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم عدم تایید صلاحیت داوطلبان جناح اصلاح طلب در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هم سبب اختلاف درون خود این جریان شده و هم شکاف را با حکومت بیشتر کرده است نخست نگاهی به مواضع برخی اصلاح طلبان بعد از اعلام نامزدهای نهایی بیاندازیم که مانند همیشه تاکید می کنند به هیچ عنوان با صندوق رای قهر نمی کنند. حسن خمینی نوه روح الله خمینی که با بودجه عمومی دست کم 72 میلیارد تومان در سال با تولیت مقبره پدر بزرگش کاسبه می کند چنین لاف است که اگر جای کاندیداهای تایید شده بودم انصراف می ددم. در حالی که خود وی به توصیه رهبرش علی خامنه حتی به عنوان داوطلب نیز ثبت نام نکرد نوه خمینی که گویی هیچ اطلاعی از وضعیت نظام در میان مردم ندارد هشدار داده رد صلاحیتها به جمهوریت نظام لطمه میزند و پایه های مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی را سست می کند. محسن هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که رد صلاحیت شده به نقل از پدرش گفت در هر شرایطی نباید با انتخابات و صندوق های قهر کرد محمد خاتمی رئیس دولت موسوم به اصلاحات نیست که در چند انتخابات پیشین سهم زیادی در رأی جمع کردن برای نظام داشت رد صلاحیت ها را تهدیدی جدی برای جمهوریت نظام دانست و بدون اشاره به نقش خامنه ای فقط به عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد مجمع مدرسین حوزه علمی قوم نیست که کانون اصلاح طلبان حوزوی است در ای با اشاره به رد صلاحیت گسترده انتخابات اعلام کرد که همه میدانند انتخابات 1400 فرمایشی و بیرونق است. اصلاح طلبان از چه دل خورند؟ گرچه واکنش و سران اصلاح طلبان به رد صلاحیت کمی تونتر از گذشته است. اما علت انتقاد آنها به حکومت نه مشکلات فراگیر مردم و نگرانی آنها درباره امنیت و رفاه و رشد جامعه بلکه فقط رد صلاحیت خودشان و در نتیجه کاهش سهم آنها از سفره انقلاب است و در نتیجه کاهش سهم آنها از سفره انقلاب است چنانکه اگر یکی دو نفر از آنان تایید میشدند باز مانند همیشه در داغ کردن تنور انتخابات نمایشی سنگ تمام میگذاشتند اغلب افراد معروف اصلاح طلبان در داخل و خارج همچنان بر اساس منافع خود که آشکارا در پیوند با منافع نظام است انتخابات را نه تنها تحریم نکردند بلکه یا از شرکت نکردن خودشان میگویند و یا با دلخوری و دلسوزی تکرار میکنند که امکان مشارکت فعال از آنها گرفته شده رضا اکرمی رئیس پیشین شورای فرهنگی ریاست جمهوری اسلامی از شهرهای نزدیک به اصلاح طلبان خواسته نامزدهای مردم را امیدوار نگه دارد وی هشدار داده در صورت کاهش و مشارکت باید منتظر طبعات منفی داخلی و بینالمللی آن باشیم اغلب اصلاح طلبان خود را موظف به رعایت خط قرمزهای نظام میدانند و به قول بسیاری از مقامات نظام از جمله محمد جواد ظریف درک کردند که همگی در یک کشتی نشستند و غرق شدن آن به نفع هیچ کدام نیست علی خامنی و شورای نگهبانش نیز به همین دلیل درباره آنها نگرانی نداشته و با خیال راحت آنها را رد صلاحیت کردند از همین رو بسیار از تحلیلگران معتقدند رد صلاحیت اصلاح طلبان به معنی پایان تاریخ مصرف آنها برای نظام است البته اصلاح طلبان اگر به حزب سیاسی تن بدهند اما از سفره انقلاب به راحتی بر نخواهند خواست و با جامعه دیگر جای خود را بر آن حفظ کرده و به سود نظام در همه چیز مشارکت فعال خواهند داشت نظام از چه نگران است دقدقه اصلی رهبر جمهوری اسلامی و زمامدارانش آنهایی هستند که انتخابات نمایشی را در تمام سالهای گذشته نیز تحریم کردند و نه تنها برای آن استدلال دارند بلکه در این دور صفه آنها در کنار مردم بسیار گسترده تر شده است علی خامنی که در دو دوره گذشته حتی از مخالفان نیز خواسته بود تا برای خود به مشروعیت نظام کمک کنند در نخستین سخنرانی پس از اعلام فهرست نامزدهای نهایی خطاب به مردم گفت و حرف کسانی که میگویند پای صندوق رأی نمیرویم اعتنا نکنید در چنین شرایطی است که بخشی از بدنه جریان اصلاحات به تحول خواهی متمایل شده و فرصت طلبانه تغییر موضع میدهد آنها به ویژه در خارج کشور با تکرار مواضع مخالفان دموکراسی خواه جمهوری اسلامی در حالی که نه با نظام بلکه با این انتخابات مشکل دارند نسبت به تقویت صدای براندازان هشدار میدهند حالانکه علی خامنهای خوب میداند که اصلاح طلبان از کانونهای اصلی رای جمع کردند و برای نظام بودند و حذو آنها از انتخابات نمایشی میتواند منشا بحران مشروعیت و پیامدهای امنیتی برای نظام شود خود وی در سخنرانیهایش بارها هشدار داده دشمنان به دنبال جلوگیری از مشارکت مردم در انتخابات هستند و برای اعتراض و آشوب و فتنه برنامه دارند پس بر اساس کدام مصاحبه و منافع به شورای نگهبان اختیار رد صلاحیت اصلاح طلبان را داد آیا وی به حفظ نظام پس از مرگ خود فکر کرده و یا گمان میکند مانند دو دوره احمدی نژاد میتوان بعد از هشت سال با هر رئیس دولتی که در واقع کاری نیست دوباره بال دیگر نظام را با نامی دیگر برنمایش انتخابات به بازی گرفت فراموش نشود که اصلاح طلبان از کشتی نظام به دریا پرده نشدند بلکه فقط چند نفرشان در نمایش انتخابات رد صلاحیت شدند اگر آینده برای جمهوری اسلامی متصور باشد اصلاح طلبانی که دم از تحول میزنند میتوانند بستر آن را برای استمرار نظام بگسترانند از سوی دیگر اصلاح طلبان با بیش از ده داوطلب تلاش داشتند بار دیگر دوگانه نخنمای بد و بدتر سهم خود را از سفره انقلاب حفظ کنند اما به نظر میرسد رهبرشان دریافته که این طرفن دیگر پاسخ نمیدهد اسحاق جهانگیری مصطفی تاریخزاده محسن حاشمی رفسنجانی عباس آخوندی مصطفی کواکبیان محمد شریعت مداری محمود صادقی زهرا شجاعی محسن روحامی و رسول منتجب از جمله اصلاح طلبان رد صلاحیت شده هستند هرچند علی لاریجانی مشاور علی خامنه ای و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام به عنوان چهره میانه رو در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرده بود اما یکی از اصلی ترین گزینه اصلاح طلبان بود که صلاحیتش تایید نشد به نظر می رسد این و شورای نگهبان ترجیح دادن انتخاباتی را که به هر حال مشارکت حد اکثری ندارد با هواشی کمتر برگزار کنند تا افشای دزدی ها و ناکارآمدی ها و تخلفات و های رقبا کاهش شود. هرچند هنوز مشخص نیست سبب این دور از نمایش انتخاباتی چند چرخ خواهد خورد تا بر زمین بیفتد. اما پس از اعلام فهرست نهایی اختلافات جناهین بر سر سهم خود بیشتر نمایان شد. این در حالی است که اختلافات و تلاش برای زمین سازی گزینش رهبر رژیم پس از خامنی نیز کاملا علنی شده و در دست داشتن پیکر فربه و عظیم دولت در تعینان نقش سرنوشت ساز خواهد داشت با این همه آنچه به نظر می رسد برای مردم اهمیت دارد نه راه یافتن یک یا چند چهره خودی نظام به نمایش و انتخابات بلکه رسیدن به حقوق خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی است در دولت روحانی که با وعده بهبود شرایط اقتصادی طی صد روز آمده بود شرایط اقتصادی مردم بدتر شد و میلیونها خانوار متوسط به زیر خط فقر رانده شدند و جمعیت حاشیه نشین بدمسکن و زیر خط فقر مطلق افزایش یافت نگاهی به آمارهای اقتصادی که از داده های ارائه شده توسط وزارت ها و سازمان های دولتی به دست می عمق فاجعه اقتصادی را در سالهای اخیر نشان می‌دهد. در این دولت جمعیت هاشینشین به حدود 20 میلیون نفر افزایش یافت و به گفته کارشناسان اقتصادی قشر متوسط در ایران در حال تجزیه و محو شدن است و اخشار متوسط به اخشار فقیر تغییر ماهیت دادند به این ترتیب پس از یک دهه رشد اقتصادی منفی و وضعیت فلاکتبار معیشتی نامزدهای نهایی که همگی در به وجود آمدن این شرایط نقش دادند حالا هم هیچ برنامه جز شعار و وعده ندارند و این مهمترین نکته است که نظام باید از آن وحشت داشته باشد رویکرد ولنگار حکومت به موزلات اجتماعی به ظهور پدیده های عجیب و هولناک انجام میده و مردم را چنان گرفتار کرده که نمیدانند این همه گره های کور را چگونه باز کند فروپاشی اجتماعی در کشور نه سیاه نمایی بلکه واقعیت سیاه است جامعی خشن و پر از مشکل در برابر پدیده هایی مانند افزایش خودکشی حتی کودکان تجاوز خطهای خانوادگی کودک همسری روسبیکری سرقت و کلاهبرداری و جرایم نوظهور تاروپودش از هم میگسلد حراسناکتر این که این همه چنان عادی شده که انگار بحران های مانند بیکاری و ایتیاد در برابر آنها به حساب نمی آید. استبداد مذهبی از یک سو و فقر همه جانبه از سوی دیگر بنیان های اصیل جامعه را که در یک چرخه شیطانی و شرور چنان سوز کرده که گویی هر آنچه باز تولید می شود جز تباهی نیست جمهوری اسلامی بدون رای گیدی این مردم غمگین و رنج هم می تواند به ویرانی ایران ادامه دهد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار